این موشن بله رو ببینید با رایت قانون 180 درجه شاتر به دست اومده اما این قانون چی میگه؟ تو دوربین های سینمایی به جای سرعت شاتر شاتر انگل وجود داره بذارید یه مثال براتون بزنم ما یک ویدیو داریم ضبط میکنیم با 25 فریم بر ثانیه یعنی 25 تا عکس یا فریم در واحد ثانیه داریم ذخیره میکنیم اینجوری هر فریم ما یک 25 ثانیه خواهد شد حالا شاتر رو یک صفحه دایره کامل تصور کنید که قرار یک دور کامل یعنی 360 درجه روی هر فریم ما بچرخه این شاتر رو اول وسط نصف می‌کنیم و 180 درجهش رو میریزیم دور اینجوری هر فریم ما در نصف زمان خودش در معرض نور قرار می‌گیره پس یک 25 هم زب در یک دوم میشه یک 50 هم این همون سرعت شاتریه که ما در دوربین‌های جدیدتر یا دوربین‌های دو دستی خودمون داری. پس الان متوجه شدیم که قانون 180 درجه شاتر به ما چی میگه کافی سرعت شاتر خودتون رو دو برابر فریم ریت انتخاب کنید تا از قانون 180 درجه شاتر تبعیت کنید حالا چرا ما باید در تصاویر سینمایی خودمون سرعت شاتر رو دو برابر فریم ریت انتخاب کنیم یا به عبارتی از همون قانون 180 درجه شاتر تبعیت کنیم چون متوجه شدن که اگر ویدیو به این صورت ضبط بشه این تصاویر بسیار شبیه دیده انسانه و موشن بلرا به همون صورتی که شما با چشمتون میبینید قابل تشخیص خواهد بود حالا سوال اینجاست آیا همیشه این قانون رو باید رایت کنیم؟ جواب خیره اما نکته مهم اینجاست آیا ما میتونیم همه جا سرعت شاتر رو دو برابر فریم ریت انتخاب کنیم اگر نور ما زیاد باشه انتخاب سرعت شاتر ما که به دو برابر فریم ریتمون برسه خیلی سخته برای این کار ما دو تا راه حل داریم راه حل اول اینه که اپچر خودمون یا همون دیاف خودمون رو ببندیم تا نور کمتر به سنسور برسه اینجا یک مشکلی به وجود میاد که همه چیز در فوکس قرار میگیره یا به عبارتی دیپ فوکس ما داریم که به عبارتی تصویر دیگه سینمایی نخواهد بود اما راه دوم و راه بهتر استفاده از اندی فیلتر هاست با اندی فیلتر ها شما میتونید در جاهایی که نور زیاده و میخواید عمق میدان کمی هم داشته باشید سرعت شاتر رو دو برابر فریم ریتتون انتخاب کنید من دارم از فیلتر نیسی استفاده می کنم چون طبق تحقیقاتی که انجام دادم هم تغییر رنگ کمتری دارم همین که وینیت توی تصاویر من کمتره پس برای اینکه بتونیم اون موشن بلر رو در نور زیاد ایجاد کنیم فیلتر اندی کمک کننده است و دلیلش هم کامل متوجه شد خب تا اینجا ویدیو گفتیم برای اینکه تو تصاویر سینماییمون موشن بلر داشته باشیم و یک نمونه تصویرم به شما نشون دادم ما باید سرعت شده رو دو برابر فریم ریت بگیریم یا به عبارتی از همون قانون 180 درجه شاتر تبعیت کنیم تا این موشن بلر همون چیزی باشد که در چشمان ما دیده می شود و به بیننده هم همون رو نشون بدیم این تا اینجا حالا بریم سراغ مبحث جذابتر که آقا از این به بعد با سرعت شاتر داریم یا شاتر انگل یا تو دوربین سینمایی سرعت شاتر هست یا شاتر انگل یا تو دوربین هایی که ما داریم استفاده میکنیم چرا سرعت شاتر الان هست و شاتر انگل دیگه نیست و یه خبر جالب هم براتون دارم که قراره دو دوربین های جدید سونی من شدیدم که شاتر انگل اضافه بشه یعنی شما اختیار رو داشته باشید که بگید من سرعت شاتر میخوام انتخاب کنم یا شاتر انگل رو میخوام انتخاب کنم و طبق اون تنظیمات پیش برم حالا فرقش چیه ببینید یه جاهایی همین که من میگم سرعت شاتر باید دو برابر فریم ریت باشد شما میدید مثلا اگه فریم ریتتون 25 میگید 25 ضرب دره دو میشود 50 پس سرعت شاتر یک پنجم خب اما تو دوربین سینمایی حالا تو گذشته که خیلی حساب کتاب ها بسره نبوده یا خیلی افراد درگیر فیلم گرفتنه بودن و خیلی کارهای دیگه ای داشتن تا این در دو کردنه به طور مثال اینا میگفتن آقا شاترنگل رو 180 درجه تمام حالا فریم ریت تو هر چی انتخاب کردی یا شاترنگل رو بذار مثلا 90 درجه فریم ریت تو هر چی انتخاب کردی فرض کنید فریم ریت شما 25 شاتر 90 درجه میشه چقدر 90 درجه در واقع یک چهارم اون 360 میشه یک 25 زد در یک چهارم میشه یک صد پس سرعت شاتر تو میشه یک صد پس اگر تو دور بیری شاتر انگل وجود داشت و گفتید 90 درجه در واقع دارید اگر 25 فریم ذخیره میکنید سرعت شاتر تو یک صد خواهد بود حالا اینکه شاتر باشه یا سرعت شاتر پس شما دیگه تفاوتش بین این دوتا نخواهید دید چون دیگه بلدید دیگه ولی خیلی هنوز نمیدونه میگه آقا ما سرعت شاتر راحت ترین خیلی میگه ما شاتر راحت شاتر سینمایی همه شاتر انگل راحت تر باشن و ماهایی که با این دوربین کار کردی سرعت شاتر ولی به شخصه من خودم ترجیح میدم شاتر انگل کنار سرعت شاتر داشته باشم کنار هم تا ببینم اصلا قضیه چیه داستان چیه و این دوزی بود که تو یوتیوب فقط شما در این صدا. و حالا بریم سراغ اون سوالی که من قول دادم بهش جواب بدم آیا همیشه باید از این قانون 180 درجه شاتر تبعیت کنیم جواب قطعا خیره چرا فرض کنید شما یک محصولی رو دارید توی محیط استدیو ازش فیلم میگیرید و این محصول رو در واقع حرکت میدید یا به بالا میندازید و پایین میندازید و این اینور اونور میکنید در واقع دارید تصاویر بیرول ازش ثبت میکنید وقتی این تصویر در واقع این محصول روی هوا داره حرکت میکنه این محصول باید کاملا شارپ باشه اونجا دیگه این محصول نباید مات باشه پس سرعت شاتر اونجا باید در بالاترین حالت ممکن باشه طبق نوری که دارید باید در بالاترین حالت ممکنش قرار بدید تا هر لحظه اگر اسلو موشن میکنید این محصول رو هوا داره می چرخه خیلی شارپ دیده بشه پس اونجا باید سرعت شاتر رو بالا ببرید یادتون باشه تصاویر محصول توی محیط استدیو سرعت شاتر بالا میخواد یا میخواهید اسلو موشن یک نفری که مثلا توی خیابون داره اسکیت سواری میکنه و پرشی میزنه یا دوچرخه سواری میکنه تصاویر ورزشی سرعت شاتر بالا میخواد برای اینکه بتونید در لحظه اسلو موشن بگیرید یا اینکه اون فرد در رو فرد رو در هر فریم شما شارپ ذخیره کنید اگر هدفتون این باشه یا به عبارتی یک در واقع شرایط دیگه بذارید براتون توضیح بدم فرض کنید شما میخواید یک تصویری رو ضبط کنید که نشون بدید آدم ها در شرایط طبیعی نیستن و از دید پی بی یک شخص دارید ببینید که به طور مثال سرگیجه داره و همه آدمها رو مات میبینه که در حال حرکتن اینجا اگر شما میخواید همچین تصویری ثبت کنید باید سرعت شاترتون رو بالا نه پایین بیارید که در واقع حرکات آدم ها دنبال دار بشه یا به عبارتی اگر بخوایم شاتر انگل حساب کنیم شاتر انگلتون باید از 180 درجه بیشتر باشه توی حالت اول که محصول و پروداکت رو میخواهید ضبط کنید باید شاتر انگلتون از 180 درجه کمتر باشه به عبارتی سرعت شاترتون بالاتر باشه در این حالت دوم که میخواید همه آدم محو بشن و در واقع سایه ای از هر کسی دیده بشه سرعت شاتر باید بیاد پایین و بیا به عبارتی از 180 درجه بیشتر باشه این دو تا قانونی بود که باید رعایت کنید و فکر نکنید که همیشه باید سرعت شاتر دو برابر فیوریت شما باشه بنابرای اون شرایطتون تصمیم بگیرید خود نگهدار